سلام دوست داری برنامه نویس، خیلی وقت ویدیو نذاشتم، یعنی میذارم ولی خب کم میذارم و از این بابت شرمنده. توی این ویدیو میخوام یاد بگیریم که چطوری ما لاراول رو نصب کنیم، لاراول 9 رو. خب ما الان تا لاراول 8 داریم و میخوایم لاراول 9 که هنوز نیومده رو نصب کنیم. خب مسلما چیز عجیبیه، برای همین الان وارد سایت laravel.com میشم تو قسمت داکیومنتش و میبینید که لاراول 8 هست و اینجا اگر بیاین میبینید فقط تا لاراول 8 بیشتر نداریم، انگار 8.x که انگار قسمت های مختلفی از لاراول 8 رو به ما میگه، مثلا لاراول 8.1، لاراول 8.2 و خب هنوز لاراول 9 نیومده. ما توی همین سایت لاراول اگر الان قسمت ورژن ها ببینیم یه مستر داریم، این مستر قشنگ جزئیات کاملی از لاراول 9 رو برای ما میذاره که خب ما به این نیازی نداریم و خب ما میخوایم کار دیگه ای رو انجام بدیم. خب حالا وقتی اینجا چیزی نیستش، ما چجوری باید نصبش کنیم؟ تو قسمت اینستالیشن هم چیزی در این رابطه به ما نگفته و اگر بیایم پایین تر به طور معمولی مثل همون لاراول 8 که ما نصب کردیم به همون شکل به ما میگه نصب. خب ما الان باید چیکار کنیم؟ وارد سایت پکیجیست میشم و اینجا میزنم لاراول. ما لاراول رو از تو همین سایت دانلود میکنیم با کامپوزر. خب من اینجا لیستی از نسخه های لاراول رو برای من آورده، من روی این گزینه موش انگار میزنم و میام پایین پایین، همونجور که ما توی قسمت خود داکیومنت لاراول قسمت مستر داشتیم، اینجا قسمت مستر داریم تو قسمت ورژن ها، ما توی این پکیجیست هم قسمت مستر داریم، دیو مستر. بعد اینجا کلیک میکنم و ساب میکنم، یعنی ساب نمیکنم تا بیاد، میام بالا ببینم چی شد. خب حالا قسمت دیو مستر شدم و خب اینجا لاراول 9 رو من میتونم از اینجا دانلود کنم و خب اینجا میبینید کامپوزر کرییت پروژه لاراول اسلش لاراول و فلان. خب من حالا وارد انگار سی ام دی میشم و یک پروژه لاراول 9 رو میخوام ایجاد کنم و اینم همون دستور داخل خود اینستالیشن لاراول هستش توی داکیومنتش. راستی یه لحظه برگردم توی داکیومنت لاراول ببینم کجاش نوشته بود، یادم رفته کجاش نوشته بود. یه قسمتش بود که نوشته فقط باید از ورژن 8 به بالا استفاده بشه و یعنی نمیتونی استفاده کنین انا برای استفاده از لاراول، باید لاراول 9 باید حتما ورژن پی اچ پی تون 8.0 به بالا باشه تا بتونید از ورژن 9 لاراول استفاده کنید. خب حالا من میخوام انگار یک فولدر ایجاد کنم و توش بیام و استفاده کنم از لاراول 9. خب من اول وارد دسکتاپ هم میشم، سی دی دسکتاپ و اینجا میخوام یک لاراول جدید بسازم، اینجا میزنم کام، یا نه اصلا وارد خود این قسمت بشم، همینو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. حالا اینجا من اگر اینجا مثلا بزنم لاراول 9، خب نسخه فعلی لاراول رو نصب میکنه و من این نسخه رو نمیخوام. خب من باید چیکار کنم و این رو هم بتونم حالا فعلا این نصب شد تا باز دوباره ادامه بدیم. خب این نصب شد، حالا من میخوام ببینم الان این ورژن چند لاراوله، ممکنه ورژن 9 باشه ولی با اینکه ورژن 9 نیست فقط یه بررسی میکنیم. خب من اینجا میگم PHP artisan dash dash version و این رو میزنم error داد، ببینم دلیل ارورش چه، شاید artisan رو اشتباه نوشتم. دوباره میزنم PHP artisan و artisan رو بعد وارد دایرکتوری پروژه هم میشم، میگه cd laravel 9 و میگم PHP artisan، نه پیش بارتیسان، نه پیش بارتیسان ورژن و اینجا به من میگه لاراول فریم ورک، انگار لاراول فریم ورک ورژنش هست 8.82.0 که من این رو نمیخوام، پس میام و این رو پاکش میکنم و مجدد چیز میکنم. خب من فایل لاراولم رو پاک کردم و مجدد سی ام دی رام متاسفانه بستم. خب من دوباره وارد دسکتاپ هم میشم، دسکتاپ و اینجا دوباره میخوام از
کامند ایجاد یک پروژه جدید در لارول استفاده انگار یه پروژه جدید برای لارول استفاده کنم. من این رو میزنم و اینجا میزنم create project لارول و اینجا میزنم لارول مثلا 9 و این اسم فولدریه که میخواد ساخته بشه مثل قبل به همین صورت. حالا من اینجا یک تگ dev master هم اضافه میکنم و این رو اجرا میکنم. صبر میکنم تا لاراول من دوباره نصب بشه. من لاراول قبلیم رو از اینجا پاک کردم. صبر میکنم تا نصب بشه و مجدد فیلم رو استوبش رو بر. حالا تا وقتی این نصب میشه یک سری نکات رو هم بگم. ما گفتیم اگر ورژن PHP تون 8.0 به بالا باشه میتونین از لاراول 9 استفاده کنین. من ببینم PHP ورژنم چنده. PHP داشفی میزنم. من ورژنم آخرین نسخه PHP تا الان PHP من ورژنش 8.1.2. شما اگر ورژن PHP تون رو ارتقا دادین حتما حتما کامپوزر سلف داش آپدیت رو بزنید تا کامپوزرتون آپدیت بشه و بتونید از این استفاده کنید. الان اینکه بر من نمیاره فکر میکنم من این رو نزدم، من قبلش زدم. خب من این رو کنترل سی میزنم و او شروع کرد. خب شروع کرد به ایجاد کردن پروژه. حالا من این کنترل سی رو میزنم و کامپوزر و این کامپوزرم رو میزنم. کامپوزر سلف آپدیت. من این رو میزنم. صبر میکنم تا کامپوزر من آپدیت شه و کامپوزر من آپدیت شد. خب البته فکر میکنم ورژن خود کامپوزر رو آپدیت میکنه که خیلی فرقی هم با حال ما نمیکنه. خب من حالا اینجا دوباره میزنم همون دستور ایجاد پروژم رو که من دوباره این رو از اینجا کپی میکنم و میام اینجا وارد میکنم و لاراول 9 و دیو مستر. خب این رو میزنم و سب میکنم این سری پروژه جدیدم ایجاد شه. ببینم این لاراول 9 توش فایل ایجاد نکرد. چرا فایل ایجاد کرد؟ پس اینا من باید لغوش کنم و محتویات توش رو پاک کنم، مجدد بزنم که به مشکل نخورم. خب این حذف شد و مجدد من کامپوزرم رو دوباره میزنم و این سری استوب میکنم تا دوباره اوکی بشه. این مشکلش چیه؟ فهم کنم درست نشد. نه خب من تو دسکتاپ هم نیستم. من مجدد وارد دسکتاپ هم میشم و اینجا از این دستور استفاده میکنم و لارول 9 و اوکی من میزنم تا این ایجاد شه و دیگه این سری ارور نمیده و شروع کنه به ایجاد کردن پروژه و لاراول 9 رو نصب میکنه. بعد از اتمام نصب من مجدد ویدیو رو ادامهش رو میزنم. خب لاراول من به طور کامل نصب شد و حالا میخوام وارد دایرکتوری لاراول هم میشم و ببینم که نسخه لاراول من نسخه چنده. من اینجا میزنم PHP Artisan دشت اصلا نه قبلش باید وارد این دایرکتوریم بشم. خب اینها رو پاک میکنم و میزنم CD لاراول فلان و میگه این CD لاراول 9. خب این یه ای آخرش داشت و بخاطر همون کار نمیکرد. حالا من میزنم PHP Artisan dash dash version و اینجا میزنه لاراول فریمورک ما 9.x-dev هست و لاراول نسخه 9 رو برای من آورده. حالا من میزنم php artisan server و وارد مرورگرم میشم و این رو اجرا میکنم. خب من این رو اجرا میکنم و محتویاتش رو میبینم که به طور کاملا درست و اینا میاره و اینجا داره لاراول 9 PHP 8.1.2 و خیلی هم عالی داره برای ما کار میکنه و همه صفحاش هم حالا این صفحه خود چیزه و قشنگ ارور 404ش هم میاد و قشنگ همه چیز اوکیه و لاراول 9 ما داره کار میکنه و این بود آموزش ران کردن لاراول 9.
تا آموزش های بعدی بدرود.